گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا شاید تکان دهنده ترین مورد آن مربوط به افغانستان و نیروهای نظامی این کشور شود. در گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا قاچاق انسان عنوان گرفته است، اما محتوای گزارش بحث از بچه‌بازی و حضور کودکان زیر سن 18 سال در میان نیروهای امنیتی است. در گزارش آمده که حتی در جریان تهیه این گزارش چندین مورد خبرهای از بچه‌بازی در نهادهای دولتی و همچنان استخدام کودکان سرباز در افغانستان دریافت شد. بر بنیاد گفته‌های مقام‌های محلی، شماره از افراد پلیس به ویژه فرماندهان در پاسگاه‌های دورافتاده کودکان را برای بچه‌بازی استخدام می‌کنند. برنامه‌های اصلاحی را وزارت امور داخله روی دست گرفته. ریاست امنیت داخلی ما به منظور نظارت از رفتار پلیس و نظارت از عملکرد پلیس و سلوک پلیس ایجاد شده. بچه‌بازی در افغانستان به گونه کل جرم شناخته شده است. کمیسیون حقوق بشر منتقدان از این دست رفتارها در میان نیروهای امنیتی میگوید که نقض قوانین حقوق بشری و حقوق اطفال است و دولت باید جلوش را بگیرد. هر گونه سربازگیری از کودکان خلاف موازین حقوق بشر است و به هیچ وجه نمیتواند پذیرفتنی باشد. به ویژه وقت سوء استفاده های جنسی در مراکز نظامی از این کودکان صورت بگیرد. هر شخصی که در این پروسه دخیل باشد و هر نحوی که دخیل باشد از دید کد جزای افغانستان قابل مجازات پنداشته میشه. وزارت خارجه آمریکا درباره ادعای قاچاق 165 کودک در ولایت لوگر به منظور استفاده جنسی از تحقیق دادستانی کل کشور و شناسایی 20 نفر در این ارتباط یاد کرده است. در پیوند به قضیه ادعای آزار اذیت جنسی اطفال در مربوطات ولایت لوکا، قضیه به گونه همه جانبه از جانب سازمان مالی افغانستان مورد بررسی قرار گرفته. کسایی هم که شناسایی و بازداشت شده بودند که از جمله منسوبین معارف نبودند. در این گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا آمده است که برخی قربانیان قاچاق مجبور بر رابطه جنسی در ازای پیگیری پرونده میشوند یا هم اگر در صدد افشای قاچاقبران انسان برند مورد تجاوز قرار گرفته و روانه زندان میشوند.